فستیوال باستانی سابانتوی در روسیه هر سال در پایان فصل کاشت برگزار می شود و زمانی است مناسب برای همه تا با فراغ بال از بخش‌های مختلف این جشنواره لذت ببرند. فستیوالی دیدنی که هم فعال است و هم تماشا. جزئیات بیشتر در گزارش رضا یگانه. تعطیلات باستانی باشقیرها و تاتارها فرصتی است برای شرکت در فستیوال سابانتویی که برگزار کنندگان با لباس‌های باستانی ساکنان کوههای اورال و قفقاز در آن شرکت می‌کنند. جشنواره امسال علاوه بر برنامه‌های سرگرم کننده همیشگی مثل کشتی و اسب‌سواری، برنامه‌های تفریحی جدیدی را نیز ارائه کرده. مسابقه دو قازهای وحشی. شما باید بدون اینکه به قازها دست بزنید، اونا رو با کف زدن و داد زدن تشویق کنین که بدون. زیاد هم نباید بهشون نزدیک بشین چون باعث میشه در جهت مخالف حرکت کنن. نام قازها برگرفته از نام فوتبالیست های مشهور جام جهانی همچون رونالدو، مسی، سوارز و چریشف است. این 18 ورزشگاه پردار در مسیر 30 متری در میان تشویق تماشاچیان به رقابت می‌پردازند. مسابقه پرهیجان برای همه شرکت کنندگان از بزرگسالان تا کودکان. فستیوال سابانتویی را میتوان فستیوال گاواهن نیز نامید چون بخش اول این کلمه به معنای گاواهن است. این جشن یکی از سنت‌های قدیمی کشاورزان باشقیری و تاتار است که معمولاً بعد از یک فصل کار سخت و سنگین 7 روز را به مهمانی و خوردن و آشامیدن و البته استراحت و لذت بردن از سرگرمی‌های متنوع اختصاص می‌دادند. یکی از برنامه‌های سرگرم کننده این فستیوال رقص با سماور و فنجان چای بر سر است. این رقص باشقیریه. مردم این ناحیه از مهموناشون با چای پذیرایی میکردن و احتمالاً در گذشته برای سرگرم کردن مهمان با این سبک رقص چای میآوردن. اما یکی دیگر از رسوم رایج این فستیوال آستین بالا زدن پیران قبیله برای جوانان بوده. بزرگا برای تشکیل خانواده جوانان و پیدا کردن زوج مناسب برای دختران و پسران از این فرصت استفاده می کردن. فستیوال سابانتویی حالا جزو تعطیلات شناخته شده جهانی است و در لیست میراث فرهنگی معنوی یونسکو ثبت شده است. رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن.